سلام، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. در این برنامه در بخش اول نگاهی به بیانیه های پی در پی در پی اعتراضات آبان. بیانیه به چه کار می آید و چرا حکومت به آن حساس است؟ در بخش دوم تبلور موسیقی اعتراضی در 40 سال بعد از انقلاب ایران، موسیقی اعتراض چطور میلیون ها نفر را با خود همراه می کند. اما نخست، ده ها بیانیه در پی اعتراضات آبان ماه صادر شده، از سران در حصر جنبش سبز تا پزشکان و هنرمندان بیانیه هایی صادر کردند و نسبت به این اتفاقات واکنششان دادند. اغلب این بیانیه ها بعد از پایان اعتراضات خیابانی صادر شده. یکی از بحث برانگیزترین آنها بیانیه موسوم به بیانیه 77 نفر است که قبل از همه و در روز دوم اعتراضات صادر شد. بلافاصله روزنامه کیهان و وبسایت‌های نزدیک به سپاه به این بیانیه به شدت تاختند. بعدتر هم بیانیه‌ای با 777 امضا منتشر کردند در حمایت از آیت الله خامنه‌ای. حالا بسیاری از امضا کنندگان نامه 77 نفر مجبور به حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه شدند. دست کم یکی از آنها مهدی محمودیان در بازداشت است. این بیانیه‌ها اساساً چرا صادر می‌شوند و چه تأثیری دارند؟ چرا حکومت به این شکل به آنها واکنش نشان میدهد؟ دو مهمان دعوت کردیم، اما فعلا یکی از اونها رو همراه داریم. محسن مهیمنی، روزنامه نگار از دوبلین با ماست. آقای مهیمنی، اول میخوام نظر شما رو بپرسم در مورد این بیانیه ها. باید بگم که مهمان دوم ما از تهران قرار بوده به ما بحث بشه، متاسفانه هنوز ارتباط ما برقرار نشده. به محض اینکه ایشون هم بیان به بحث اضافه میشن، آقای مهیمنی شما نظرتون رو بگیم. به نظر شما چرا این بیانیه ها الان در این موقعیت دارن صادر میشن؟ ببینید، صدور بیانیه خب به عنوان حداقل اکت سیاسی از طرف گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی همیشه وجود داشت، حالا در مقاطع مختلف بعد از انقلاب، قبل از انقلاب، بعد از اتفاقای خاص که افکار عمومی و یا مردم رو درگیر می‌کنه، اهمیت بیانیه‌ها به عنوان این حداقل اکت سیاسی بیشتر میشه، به عنوان حداقل فعالیت سیاسی از طرف بازیگران. منتها خاصیتی که این دوره زمانی داره و این بیانیه‌ها رو حساس‌تر کرده این هست که نظام جمهوری اسلامی در دوران اخیر، در ماه‌های اخیر و به خصوص بخوایم بگیم دوره سال اخیر، با فشارهای خارجی و درونی بیشتری مواجه شده. فشارهای از قبیل تحریم‌های اقتصادی، فشار سیاسی به جمهوری اسلامی، فشارهای حقوق بشری و از داخل کشور با مشکل کارآمدی و فساد سیستماتیک و افزایش نارضایتی. و این گروه سیاسی بعد از اعتراضات آبان ماه وقتی شروع به صدور بیانیه کردن، زمانی این کار رو دارن انجام میدن که موجودیت جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته تحت خطر قرار گرفته. این کار اساساً فقط گروه های سیاسی بیانیه نمیدن. حالا ما در مورد گروه های سیاسی بیشتر صحبت میکنیم در ادامه، ولی بیانیه هایی که الان میبینیم از گروه های مختلف اجتماعی هست. معلمان بیانیه میدن، هنرمندان بیانیه میدن، پزشکان که معمولا ما کمتر ازشون میشنویم در اینجور موارد وارد بشن بیانیه میدن. فکر میکنید معنای چنین بیانیه هایی برای حکومت چیه و آیا اصلا باید حکومت اونها رو جدی بگیره؟ آیا جدی میگیره؟ توی یه دوره عادی برای نظام سیاسی دلیلی نداره که پزشکان، هنرمندان یا کارگران بیان درگیر سیاست‌های کلی نظام بشن، ولی دوره‌ای که جمهوری اسلامی در اون قرار داره، سطح سیاست‌ها و فشارهای امنیتی رو به پایین، به لایه‌های پایین جامعه آورده و این نارضایتی از پایین هم روی کف خیابونا که اومد در اعتراضات، این گروه های فعال اجتماعی که بیشتر با مردم در ارتباط هستن رو حساس کرد به این قضیه و اونها هم چون ارتباط بیشتری از سران و گروه سیاسی با مردم دارن در زندگی روزمره یا در فعالیتاشون، مجبور هستن به نوعی که به این خواسته های مردم واکنش نشون بدن. حالا هم هنرمندان که روی فضای مجازی یا روی رسانه‌ها با مردم هستن و واکنش میگیرن، هم پزشکان که از طبقات فرودست توی بیانیه‌شون صحبت کردن، هم معلمان که از کشته شدن دانش آموزاشون اومدن صحبت کردن. اینا نشون میده که اینا در زندگی روزمره و فعالیت روزمره دارن این صدا رو از مردم میشنون و باید بیان نسبت به این واکنش نشون بدن که بتونن این مطالبات رو رهبری کنن. به نظر شما این اتفاق مثبتی هست؟ آیا به کار در واقع حکومت و مردم میاد که یک گروه های مرجعی به این شکل وارد بشن با بیانیه؟ آیا کسانی که اصلا کف خیابون هستن براشون مهم هست که مثلا پزشکان که خیلی از اونها ممکن است به نظر اون مردمی که ممکن است فقیر باشن، آدمایی هستن که چندان با درد اونها شاید آشنا نیستن، بیان و اینطوری وارد بشن؟ فکر میکنید چه کمکی میکنه به اونها؟ آیا میتونه اینها رو با هم همراه بکنه، گروه های اجتماعی رو با هم همراه بکنه؟
قطعا میتونه کمک بکنه، منتها چند فاکتور هست که مهمه که تاثیرگذاری این بیانیه ها رو بالا ببره. اینکه در چه زمانی دارن صادر میشن، با چه زبانی دارن با مردم صحبت میکنن این گروه ها وقت یا افراد وقتی بیانیه میدن، یا زبانشون زبان مردم هست یا زبان خیلی تحلیلی و فراتر از فهم و افکار عمومی داره جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار میده، و اینکه از طرف چه گروهی با چه مرجعیتی صادر میشه. ببینید خب بعد از اعتراضا اینترنت در جریان هستن، همه که قطع شد برای مدت طولانی، و این فرصت رو خود به خود از این گروه ها، هم گروه سیاسی و هم اجتماعی گرفت که بخوام بیان با استفاده از این فضای مجازی این صداشون رو برسونن به گوش مردم. برای همین شاید این یکی از فاکتورهایی بود که گروه اجتماعی تاخیر داشتن در صدور بیانیه، ولی به نظرم اگه این اتفاق نیفتاده بود، بله حتما کمک میکنه، چون به هر حال در سیاست تا اتفاقها و تا سرکوب ها تکرار نشه و به گوش مردم دائما نرسه، گروه ها و نیروهای امنیتی عقب نشینی نخواهند کرد و با خیال راحت تری در واقع اون کاری رو که میخوان انجام خواهند داد. من خوشحالم اعلام بکنم که مازیار خسروی روزنامه نگار هم از تهران به ما پیوستند، بالاخره وصل شد، ارتباط ما برقرار شد. به نظر میسه آقای خسروی صدای من رو دارید؟ من صدای شما رو دارم. خیلی خوش آمدید. ممکن است شما نظرتون رو به ما بگید؟ من نمیدونم شما بخش صحبت‌های آقای مهیمنی رو شنیدید یا نه، ولی می‌خواستم نظر شما رو بدونم. آیا به نظر شما بیانیه به عنوان یک اکت سیاسی در وضعیت و موقعیت فعلی ایران کمکی هست به وضع سیاسی؟ ببینید، بیانیه طبیعتاً مدنی‌ترین و بدون خشونت‌ترین و سالمت‌آمیزترین نوع فعالیت سیاسی است. گروه‌های سیاسی، فعالان سیاسی، چهره‌هایی که در فضای سیاسی ایران فعال هستند، در شرایطی که قرش قرار داشتن فکر کردن که با صدور این بیانیه‌ها میتونن اولا اعلام موضع بکنن، ثانیاً میتونن به دو تا در واقع به حاکمیت نکاتی رو به گوش حاکمیت نکاتی رو که فکر می‌کنن درست است برسانن، و اینکه آیا چه تأثیری دارد یا ندارد اون رو میشه در ادامه بهش پرداخت و واکاویش کرد. ولی به هر حال صدور بیانیه طبیعتاً یک حق مدنی هر فعال سیاسی یا گروه سیاسی است. نمی‌شود بازخواست کرد که شما حالا چرا بیانیه صادر کردید. دیگه از این مدنی‌تر و مسلمت‌آمیزتر نمی‌شود فعالیت سیاسی کرد طبیعتاً. جناب خسروی، من یه تیکه از صدای آقای تاج‌زاده در اینجا دارم که راجع به همین بیانیه 77 نفر صحبت کرده. بذارید بشنویم که او چی میگه. او هم همین اشاره رو داره که این راه مدنی برای اعتراض هست. این کار یه کار جمعیه، اما چون از تقریبا همه کسایی که احضار کردن دو تا سوالو کردن، که یکی این که چه کسی این بیانیه رو نوشته و دوم این که چه کسی امضا جمع کرده، بنده به صراحت عرض میکنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم و تنها کسی هم که امضا جمع کرده من نیستم، اما اعلام میکنم مسئولیت این کار رو من میپذیرم. اگر قوه قضاییه و اطلاعات سپاه دنبال این هستن که بگن چه کسی نوشته، من به اونها میگم من نوشتم و من همه امضا رو جمع کردم، و هر برخوردی میخوان بکنن با من بکنم تا مردم تکلیفشون روشن بشه با این شعارهای دروغی که مطرح میکنن که ما حق اعتراض رو پذیرفتیم با اغتشاش مخالفیم، و معلوم بشه که چرا ما در استفاده از مدنی ترین حقمون و قانونی ترین حقمون باید احضار بشیم و پاسخگوی اطلاعات سپاه بشیم. البته به نظر من این کار اونها کردن برای اینکه ایجاد رعب و وحشت بکنن تا بیانیه‌های بعدی صادر نشه. در آینده معلوم میشه که آیا اونها موفق شدن این رعب و وحشت رو در دل فعالان سیاسی و مدنی ایجاد کنن یا نه. اشاره جالبی کردن در پایان این صحبت آقای تاج‌زاده، چون همون موقع که این بیانیه هم صادر شد یک کسانی در اعلام شد که بیانیه را امضا نکردن، یعنی خودشون همون موقع گفتن ما امضا نکردیم، و گفته شد که به هر حال فضایی هست که خیلی ها میترسن پای یک همچین بیانیه های امضا بگذارن. فکر میکنید آقای خسروی واقعا چرا این بیانیه اینقدر حساسیت برانگیز شد، در حالی که به هر حال بیانیه هست که تو همین صحبت آقای تاج‌زاده میگه ما به هر دو طرف، به مردم و به حکومت، گفتیم از خشونت پرهیز کنن، چرا اینقدر حکومت با این سخت برخورد میکنه؟ ببینید، من الان اینکه واقعا حکومت به صورت یک دست و همه ارکان حکومت با این بیانیه دارد به سختی برخورد میکند رو خیلی درست نمیدانم. مثلا یکی از دوستانی که احضار شده بود بعد از این بیانیه، روایتی که داشت این بود که به هر حال نوع برخوردی که با شده با خیلی نرمتر از آن چیزیست که انتظار داشته و اون چیزیست که رسانه های اونوری در واقع دشمن رو میدن. ولی اینکه
آیا این اتفاق منجر به این خواهد شد که کسان دیگری آیا بیانیه صادر بکنند؟ آیا اینقدر باعث چرا اینقدر حکومت راجع به این قضیه حساسیت، حالا بخشی از حکومت حساسیت به خرج داده؟ به گمان من این بیانیه یه مقداری اون دوستانی که امضاشون رو تکذیب کردم بیشتر به خاطر نگرانی نبود، یک گونه مرزبندی شد بین شکلی از اصلاح طلبی که فکر میکنه که اتفاقات آبان، رخدادهایی که در آبان، رخدادهای تلخی که در آبان ما شاهدش بودیم یک نقطه عطف هست، و گروه دیگری که تصور میکنن اتفاق خاصی نیفتاده و میخوان به همون شیوهی که در این سالها سیاست ورزی میکردن سیاست ورزی رو ادامه بدن. این یه این بیانیه یک جور مرزبندی بود. اون بخشی از کسانی که امضاشون رو تکذیب کردن بحث برمیگرده به در واقع اختلاف نظرهای مبنایی که بین اصلاح طلبها پیش آمده، به ویژه در آستانه انتخابات مجلس، و این بیانیه به یک معنی این نشانه اون بروز اون مرزبندی در بین اصلاح طلبها است. بگمان من آقای مهمانی، نظر شما چیه؟ فکر میکنید که آقای خسروی فرمودن که خیلی سخت هم برخورد نشه؟ من این از بقیه هم بعضی ها شنیدم، گفتن که یک در واقع رفتن یه بازجویی که خیلی به نظر خودشون هم چیز سختگیرانه ای نیومده انجام شده در دادسرای فرهنگ و رسانه، بنابراین به نظر میاد که خیلی باهاش مسئله نداشتن. آیا به نظر شما این نشون دهنده چیه؟ آیا نشون دهنده اینه که در واقع این بخش از اجتماع عادت کردن به این که به هر حال با هر اکت سیاسیشون برخورد بشه، یا اینکه واقعا فکر میکنید که واکنش اون بر واکنش آرامی بوده؟ من اول یه تعریفی از چیز کلمه که میخوام استفاده بکنم ارائه بدم که نهادینه شدن به معنی رفتار یا رویه‌ای هست که در صورت تکرار و انجام توسط افراد یا گروه بیشتر تبدیل به عمل معمول میشه. به نظر من توی سالهای گذشته به خصوص بعد 88 با امنیتی شدن فضا و با بازداشت ها و گسترده شدن زندانی ها، تعداد زندانی ها، رویه برخورد امنیتی در ایران نهادینه شده و در فضایی که وجود داره این حداقل حق که آقای خسروی هم اشاره کرد برای خود اصلاح طلبان هم شاید باور ناپذیر داره میشه که باید از این حداقل حق هم استفاده کرد، و وقتی بازجو احضارشون میکنه یا به زندان میرن شاید یه چیز طبیعی به نظر بیاد براشون، در حالی که اینطور نیست. نباید نسبت به یه چیز بدتر با یه برخورد بدتر بیان خودشون رو مقایسه بکنن که خدا رو شکر که حداقل زندانی نشدیم. خب این به این سبک کم کم باید عقب نشینی کرد و از حقوق دیگه هم کوتاه اومد. من مخالفم. یه نکته هم اضافه بکنم، اول بحث فرمودید که یک نفر بازداشت شده، من اشاره بکنم دو نفر از امضا کنندگان آقای دکتر کیانوشراد هم علاوه بر آقای محمودیان از بازداشت شده های این بیانیه هستن. ممنونم که اشاره کردید. من میخوام یک نکته دیگر رو هم وارد این بحث بکنم. بحث دیگه این هستش که این بیانیه بلافاصله در واقع با فاصله 24 ساعت بعد از شروع اعتراضات صادر میشه. فکر میکنید آقای خسروی این هم میتونه موردی باشه برای این همه واکنش گسترده‌ای که مثلا در کیهان، در وبسایت‌های نزدیک به در واقع سپاه برانگیخته؟ این نگرانی از اینکه این گروه‌های این چنینی به این سرعت میتونن همدیگر پیدا کنن، در حالی که تو بیانیه اگه دقت کرده باشید اومده که اینها از طیف‌های مختلف سیاسی هستن، حالا ممکنه اسم همشون رو بخواید اصلاح طلب بگذارید یا هر چی، ولی به هر حال از یک گروه نیستن. آیا نگرانی این هست که اینها بیان و اون چیزی که کف خیابون اتفاق افتاده رو خیلی با سرعت از آن خود بکنن؟ این نگرانی ممکنه که طرف حکومت داشته باشه؟ حالا من که نمیتوانم خیلی بعضی وقت خودم رو جای اونا بذارم، چون خیلی از واکنش‌هاشون رو درک نمی‌کنم، یعنی با هیچ روند منطقی به نظر من جور در نمیاد. من خواستم اضافه کنم از حرفام اینگونه برداشت نشود که برخورد در واقع طبیعی است و خیلی هم کار خوبی است، طوری که فرمودن آقای محمودیان، آقای کیانوشراد بازداشت شدن. حالا بحث من چیز دیگری بود. این که شما میفرمایید اتفاقا قطعی اینترنت و محدودیت فضای مجازی باعث شد که خیلی از کسانی که ممکن بود با این بیانیه موافق باشند نتوانند به همدیگه دسترسی داشته باشند، و شاید اصلا تعداد امضاهای این بیانیه بسیار بسیار بالاتر میرفت. نمیتوانیم بگوییم که اینها در یک زمان کوتاهی توانستند که همه اون کسانی که با این متن این بیانیه ممکن بود، البته اگر فضای مجازی باز بود ممکن بود یک زمان بیشتری طول بکشد که یه مقداری به هر حال به توافق برسن روی متن بیانیه، ولی
بیشک تعدادش ممکن بود بیشتر از این بشود. بنابراین خیلی نمیشه از اون جنبه بهش نگاه کرد که اینها توانستن به سرعت واکنش نشان بدن و همین دلیل باهاشون ممکنه احضار شده باشن. به گمان من نشانه ایست که ممکنه اصلاح طلبی به دو شکل در واقع، یک بخشی از اصلاح طلبان فکر میکنن به هر حال در هر شرایطی باید اون سیاست ورزی به شکل گذشته رو ادامه بدن، بعضی از اصلاح طلبان هم با اتفاقاتی که افتاده فکر میکنن که باید بشینن و در روش ها تجدید نظر بکنن با تجربه اتفاقات آبان. دقیقا به نظر میاد که بحث سر همین روش ها هست، اینکه کجا بالاخره بخش های عمده تری از اصلاح طلبان قرار هست که خط و مرز هایی رو روشن بکنن و بگن که کجا میرسن. من دلم میخواد که در این بحث این صحبت ها آقای خرازی رو هم بشنویم، دبیر کل حزب ندای ایرانیان، بشنویم که او چه گفت. این بیانیه اخیری که 77 نفر از اصلاح طلبان نوشتن فاجعه بود. چرا فاجعه بود؟ من این بیانیه رو قبول ندارم. این بیانیه استدلال چرا؟ ببین مبنای این بیانیه هدف اصل نظام رو هدف قرار گرفته بود. ببین شما میگید، شما میگید براندازم 77 نفر که امضا کردن، من این تعبیر رو شما دارید میگید، من نمیگم. بیانیه روحش مثل بیانیه هایی بود که با یک عقده کشایی اصلا نظام رو زیر سوال برده بود. ما هر چی هم که باشه نظام مال خودمونه. ببین این بیانیه بوی ترشیدگی سیاسی میداد، این بیانیه بوی، نمیخوام از لغات و ادبیاتی استفاده کنم که به افراد توهین بشه، این بیانیه بیانیه نیروهای انقلاب نبود، حتی نیروهای انقلاب سابق. این بیانیه بیانیه افرادی نبود که یه روزی مدعی مبارزه با استعمار بودن. این بیانیه کسانی نبود که مدعی استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی بودن. همینطوری که ما نمیتونیم بدون شناخت یک دفعه بیایم حمله کنیم، بزنیم، اصل نظام و حاکمیت رو همه رو زیر سوال ببریم. بیانیه 77 نفر بیانیه نبود که مورد وثوق و مورد وفاق و مورد تایید کل نیروهای اصلاح طلب باشه. من خبر دارم از شخص اول اصلاحات تا پایین‌ترین بدنی اصلاحات بسیاری از خردمندان اصلاحات نسبت به این بیانیه حرف داشتن. صحبت آقای خرازی شنیدید. به نظر خب اونهایی هم که اون بیانیه 77 نفر امضا کردن به نظر نمیاد که چنین ادعایی داشتن که همه اصلاح طلبا هستند، اسمشون مشخص بود، ولی فکر میکنید که چرا همچین واکنشی از آقای خرازی میبینیم؟ آقای خسروی ببینید، خب این که آقای خرازی اینو میگن به این دلیل است که صدا و سیما فقط ایشونو پیدا کرده که میتونه یک همچین حرفی بزنه. آقای خرازی به جز نسبت های حالا بخش خانوادگی، کسانی که در داخل ایران فعالیت میکنن میدونن که سالهای سال است که مرزبندی ایشان با در درون اصلاح طلبان کاملا مشخص هست. خط مشی که ایشان داره و نوع نگاهی که ایشان داره خیلی، اگه تعارف رو کنار بگذاریم، سالیان سال هست که ایشون رو جزء اصلاح طلبان به معنی در واقع تام و تمامش کسی نمی و کنش سیاسی ایشان کاملا مشخص است. میگم که حالا ایشون داره این حرفو میزنه، طبیعتا اگر آدم جدی تری از آقای خرازی میتونستم پیدا بکنن که این حرفو بزنه حتما میآوردن اون حرفو بزنه، حتما پیدا نکردن. فقط آقای خرازی بوده که حاضر بوده یک همچین ادبیاتی به کار بگیره و خب طبیعتا بهش تریبون دادن که این ادبیات رو این حرفا رو بزنه. وگرنه خب در واقع خیلی اصلاح طلبها هستن ممکنه با متن بیانیه موافق نباشن، ولی با این حرفایی که آقای خرازی هم میزنه، این تعابیری که ایشان به کار میبرد، با اون تعابیر هم اصلا حاضر نیستن به کار ببرن. این تعابیری که ایشان به کار بود خاص خودشون هست و حالا نمیدونم، حتی نمیدونم، من اینو نمیدونم که آیا بچه های حزب مطبوع ایشون، حزب وابسته به ایشون، حزب ندا هم با این تعابیری که ایشون به کار میبرن موافق هستن یا نه، نمیدونم. ولی ولی از یه طرف دیگه آقای خسروی، ما یه چیز جالبی که میبینیم این هستش که هم مثلا در داخل بیانیه 777 نفر رو داریم، واکنش های سپاه و مثلا کیهان رو داریم، این طرف هم باز میبینید که خارج از ایران یه گروه های دیگری هم هستن که کلن با کل حکومت مسئله دارن و در واقع سرنزه اصلی هم به سمت این گروه هایی هست که به قول اونها مماشاتگر هستن و فکر میکنن که مثلا کسانی مثل این 77 نفر دنبال استمرار هستن و نه اینکه بخوان یه کار واقعی انجام بدن. شما چی فکر میکنید؟ ببینید این صدایی که از سمت این 77 نفر حالا بلند شد، این صدا مخاطبش هم در پوزیسیون بود هم در اپوزیسیون، یعنی سعی کردن به هر دو طرف هشدار بدن و البته در هر دو طرف هم شنیده نشد چندان که باید شنیده نشد، به معنی اینکه به تعابیری و چیزهایی که گفته میشد اندیشه قرار نمی‌گرفت.
میکنن، چون هر دو طرف راهشون رو دارن میرن. به نظر من اون اتفاقی که خواهد افتاد این است که بله، هر دو طرف هم فکر میکنن که اینها هستن که نمیگذارن. کسانی که فکر میکنن که یه یاعلی مونده تا سرنگون جمهوری اسلامی، فکر میکنن یه سری اصلاح طلب هستن که اون وسط مماشات میکنن، رو اجازه نمیدن که اینا کارشان. این اتفاق هم بیشتر خیلی چند ماه دیگه دوام نخواهد آورد دیگه، برات انتخابات مجلس پیش رو خواهد بود. به نظر نمیرسه که چندان استقبال پرشوری هم ازش بشه. این دوستان اصلاح طلبی هم که میخواستن تو انتخابات شرکت بکنن، نمیدونم بعد از این رد صلاحیت هایی که حتی در از طرف دولت عهدشون رخ داده، اصلا آیا امکان شرکت در انتخابات رو دارن؟ یعنی نمیتونن اصلا لیست بدن با این وضعیت حتی کسانی که میخوان تو انتخابات شرکت کنن. و بعد دیگه بعد از این انتخابات دیگه اصلاح طلب مماشاتگری باقی نخواهد ماند که اون دوستانی که اونور نشستن گمان میکنن که اونها جلوی کار رو نگرفتن خب جلوش گرفته باشن. بعد اون موقع در اون موقعیت واقعی و سفت سیاست ایران خودشان قرار خواهند گرفت که به هر حال قضیه از چه قرار است. آقای محمد، نظر شما چیه در این باره؟ آیا فکر میکنید که این انتخابات مجلس در واقع اون نقطه عطفی است، اونطور که آقای خسروی میگن دیگه همه باید تکلیفشون رو روشن کنن؟ ببینید، سیاست هیچ وقت تمام نمیشه، ولی اینکه این اعتراضات به فاصله خیلی کوتاهی به انتخابات اتفاق افتاد، قطعا خیلی از مرزبندی هایی که تا الان شفاف نبود و بین اصلاح طلبا و حاکمیت بود، یعنی یک پا توی جامعه یک پا توی حاکمیت شاید میخواست اتفاق بیفته، روشن‌تر شد با این اعتراضات و شاید برای مردم بیشتر زیر سوال رفت که آیا میشه هم درون این نظام بود، هم نسبت به تغییر این رویه ها، این فسادی که دامنگیر شده از پایین تا بالای نظام، یا برخورد امنیتی که داره به صورت سیستماتیک با همه اقشار جامعه میشه، آیا میشه اینو اصلاح کرد یا نه. این سوال رو به نظرم بیشتر توی افکار عمومی حالا مطرح کرده و جواب افکار عمومی به این سوال هم توی انتخابات خودشون نشون خواهد داد. حالا من پیش بینی نمیخوام بکنم، ولی چیزی که تا الان وجود داره سردی خیلی زیاد جامعه و حتی خود نیروهای اصلاح طلب، نیروهای احزاب نسبت به این مسئله است که باید توی انتخابات شرکت بکنیم یا خیر. سردی افکار عمومی و نیروهای سیاسی خیلی افزایش پیدا کرده بعد از این اعتراضات. ولی حالا من میخواستم دوباره برگردیم سر همون اول بحث که شما آقای خسروی اون موقع نبودید، با آقای مهیمنی این صحبت کردیم، ولی من میخواهم این سوال از شما هم بکنم. به نظر شما اینکه گروه های اجتماعی، پزشکان، معلمان، کارگران، گروه های مختلفی بیانیه دادن در مورد این اتفاقات، در مورد این اعتراضات بعد از پایان اعتراضات، این چه چیزی رو میرسونه با توجه به اینکه میدونیم به هر حال ظرف سالهای گذشته برخورد شدیدی با گروه های در واقع اجتماعی هم بوده، مثلا با کانون نویسندگان، با سایر گروه هایی که گروه های مرجع هستن، هنرمندان هم برخورد شده بوده، فکر میکنید که در این موقعیت وقتی هنوز اینها دوباره میان و در یه همچین بزنگاه تاریخی بیانیه میدن، مفهومش چیه؟ آیا معناش این هستش که در واقع میشه امیدوار بود به اینکه این علارغم تمام تلاشی که به هر حال شده ظرف سالهای گذشته، هنوز میشه جوانه هایی از حرکات های اجتماعی رو در این سطح دید؟ ببینید، دو طرف، بخشی از حاکمیت و بخشی از اپوزیسیون ایرانی طلبی که حالا وجود داره، یک دوگانه کاذبی رو دارن ازش حرف میزنن و تبلیغ میکنن که یا به قول بوش یا با ما یا با تروریستا. خب میشود نه با شما نه با اینها، یعنی یا مثلا برانداز هستی و حاضری به هر شکلی تقابل بکنی حکومت، یا اینکه با حکومتی، خب نه، یا اینکه با حکومت هستی به تعبیر آقای خرازی، یا اینکه مثلا برانداز و فلان هستی. نه آقا، اینجوری نیست. در واقع این بیانیه هایی که داده شده است فعالان سیاسی، میگم نه آقا، ما در شرایطی نه با شما هستیم نه با شما، یعنی ما یک راه سومی رو پیش می‌بریم. میشود در واقع این بیانیه ها، این حرکت های سیاسی که به هر حال شرایط بسیار بسیار سختی، تو شرایط دشواری داره انجام میشه، شاید این میخواد این پیام رو از جامعه مدنی ایران، جامعه سیاسی ایران بدهد که من با هر دو تا این راه مخالفم. و ممکنه که و اینکه کار مسالمتی آمیز کردن لزوما به این معنی نیست که حالا حتما لیست انتخاباتی بده. ممکن است که شما دیگر قادر نباشید که لیست انتخاباتی بدهید، ولی این به اون معنی نیست که شما تبدیل میشوید به یک اپوزیسیون مثلا خشونت طلبی، و از اون طرف هم همین معنا رو دارد. به این دلیل هست که به نظر من جامعه مدنی ایران داره سعی میکنه، جامعه سیاسی ایران داره سعی میکنه در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ خودش همچنان بر اصول خودش مبارزه تدریجی مسالمت آمیز بدون خشونت پافشاری بکنه با این بیانیه‌ها، در سخت‌ترین شرایطی که دو طرف دارن رادیکالیزه و
خیلی رادیکال برخورد میکنن، خیلی سفت و سخت برخورد میکنن، همچنان بگوید که راه تلاش میکند که راههای مسالمت آمیز، راههای مدنی رو پیگیری بکنه و از حقوق مسلم خودش داره استفاده میکنه. اینکه نمیشود گفت که به کسانی شما حق سخن گفتن هم ندارید، خب پس حق اعتراض دارید پس حق سخن گفتن هم ندارید، این چگونه حقی است که قائل هستن؟ به هر حال طبیعی است که اینها دارن نظراتشون رو بیان میکنن، نظرات هم طبیعتا ممکن است به مزاق خیلی ها خوش نیاید، خب اونها هم میتوانند پاسخشون رو بیانیه بدن. این خیلی عجیب و غریب هست. خب یک گروهی جمع شدن دارن خیلی کوتاه. آقای خسروی، به نظر شما این بیانیه ها در اون طبقه ای که در این اعتراضات اخیر در کف خیابان بود خریدار داره؟ اگه خیلی کوتاه بگید. ببین، فکر نمی کنم الان در این لحظه شنیده بشود، ولی به گمان من در آینده نزدیک شنیده خواهد شد. الان دو طرف گوششون رو بستن و بیشتر دارن با صدای بلند بر سر همدیگر فریاد میزنن. به هر حال یک لحظه، یک روزی پیش خواهد آمد که خیلی هم دور نیست و خسته خواهند شد، به نتیجه چون نخواهند رسید، چون از این راهی که دو طرف دارن پیش میرن حاکمیت به نتیجه میرسه، نه اونها ناگزیر خواهند صداهای مختلف دیگر رو ببندن بشنوند. شاید این دوستانی که بیانیه دادن به امید اون روز هستند. در حال حاضر نه، چون دو طرف دارن فریاد میزنن در سر هم، ولی در این نزدیک به گمان من امیدوار هستم که اتفاق بیفته. آقای خسروی و آقای مهیمنی، خیلی متشکرم از هر دوی شما برای اینکه در این بحث شرکت کردید. موسیقی اعتراضی بخشی از خاطره جمعی ما در پی هر تحول اعتراضی است. در پی اعتراضات آبان هم نه تنها بیانیه های صادر شد که هنرمندان هم سرودها و ترانه های ساختند. از جمله آنها هیچ کس، رپری که در سال 88 هم ترانه یک روز خوب میاد رو ساخت. حالا او کلیپ دیگری ساخته با نام دستاش رو مشت کرده. مملکت رو به خون کشیدن، خبر کشته شده های یه جدیه پخش میشه، لاله ها زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه. آتیش هایی که تو منطقه به پا کردن، تکلیف مردم روشنترن، دلایی که سرد شدن، جسد هایی توی سرد خونه خونکترن، مظلوم هایی کشته میشن، همه ی 12 ماه محرمن، صدا ترکیدن بغض میاد و میگن این اشرار مسلحن. بخشی از تکاهنگ دستاش رو مشت کرده اثر هیچ کس بود. فعلا برای صحبت در این باره پوریا ماهیرویان همکارم که یک مطلبی هم در این باره در وبسایت بی بی سی نوشته همراه ماست تا مهمان دیگرمون بحث بشن. پوریا، اول در مورد همین ترانه هیچ کس به ما بگو. من به نظرم تعبیری که تو استفاده کردی، این که هیچ کس حتی از موسیقی خاصی استفاده نمی‌کنه، در یک این موسیقی برای حمل کلام اون هست که تا پایان این به شکلی میشه گفت مرثیه ما رو بکشه. راجع به این بیشتر به ما بگو. دقیقاً فرناز، این موسیقی اینه، یک عرابه‌ای داره این کلام رو میبره، فقط هدفش اینه که کلام رو به مخاطب برسونه، تیزتر، تلختر و سیاه‌تر. حالا این چقدر آگاهانه بوده اینا من نمیدونم، ولی انقدر کلام قویه که موسیقی رو شاید نشنویم. برای خیلی اینطور بودش که خب این که این انگار روزنامه خونده، انگار دکلمه کرده. ولی خب کلام بخش از موسیقی دیگه، یعنی کلام داریم و به خصوص توی نوع موسیقی رپ و ملودی، اینجا کلام حرف اصلی رو میزنه و هر کدوم از این صحبتایی که میکنه، میدیدیم در شبکه‌های اجتماعی هر کسی یه جملهشو برداشته بود، هر کی براش یه انگار یه قابی ساخته بود و این قابو گذاشته رو توییترش هر جمله رو، و یک قابی که منظرهای سیاه و تلخ خاکستریه و اگه قرمزی هم هستش رنگ خونه. اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم موسیقی اعتراضی رو، نه خیلی قبل نمیریم، به هر حال میشه از مشروطه تا حالا موسیقی اعتراضی ایران بررسی کرد، ما بپردیم به همین سالهای اوائل انقلاب تا الان، در واقع پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به نظر تو میشه به چند دوره تقسیم کرد اینها رو؟ اتفاقا مشروطه رو که گفتی جالبه، چون در واقع اولین نقطه اعتراضی هنرمندان بوده در واکنش به یک رخداد سیاسی در 120 سال گذشته. عارف قزوینی اومده شعر گفته، آهنگ ساخته، این ادامه پیدا کرده حتی بعد کودتای 28 مرداد هم بوده. ما میرسیم به یک رخداد دیگه به نام جنبش سیاه کل که یک رخداد چپی بوده،
و هنرمندان زیادی، شاعران زیادی و موزیسیان‌های زیادی بر اساس این و با الهام گرفتن از این واقعه آهنگ ساختن، ترانه گفتن. و از سال سیاهکل تا سال 56، یعنی دمدمه‌های انقلاب، ما موسیقی‌هایی که داریم تقسیم میشه به یک موسیقی پاپ اعتراضی و یک موسیقی شاید حماسی و خیلی که تأثیر گرفته از سیاهکله. من خوشحالم که اعلام کنم که شهریار قنبری به ما پیوستند، آهنگساز و ترانه‌سرا از کالیفرنیا. خوش آمد میگم آقای قنبری، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من میخوام نظر شما رو در مورد موسیقی اعتراضی بپرسم، به خصوص در دهه های اخیر. شما خالق بعضی از مهمترین آثار اعتراضی فارسی هستید و بسیاری از ما اون آثار رو حفظیم و در خیلی از موقعیت ها میخونیم. شما نگاهتون چیه؟ موسیقی اعتراضی به قهقرا رفته یا فکر میکنید که هنوز داره راهی رو میره که شما یکی از در واقع کسانی هستید که میشه گفت آغازش کردید؟ اجازه بدید درودی بپرستم به سمت همه همسرزمینانم و بعد اینکه من با این تقسیم بندی موافق نیستم. برای من ترانه یا ترانه به مثابه هنره یا نیست. یعنی ترانه اعتراضی، ترانه نمیدونم بزمی، ترانه رزمی، اینها توی فرهنگ من یا در دیدگاه من جایی نداره. یعنی من فکر نمی کنم وقتی که داریم از باب دیلن حرف میزنیم میگیم که باب دیلن کسی است که ترانه های اعتراضی نوشته. نه، باب دیلن یک شاعر ترانه نویس مهمه، جایزه نوبل هم گرفته، کسی است که گزارش، این گزارش یا ماندگار گزارش به مثابه کار هنری است یا نیست. این یا یک کاری است در حد رمان، در حد ادبیات، همونطور که آندری تارکوفسکی فیلمساز بزرگ همیشه میگفت کوشش من اینه که سینما رو برسونم به حد ادبیات. برای من ترانه یک چنین مقوله است، یعنی ترانه یا ترانه بیداره یا نیست، یعنی یا ترانه بی ارزشه. ترانه بیدار ترانه است که ماندگاره، حالا این یا روزمره ها رو گزارش میکنه یا جهان هنرمند رو گزارش میکنه. به هر شکل نمی نشینه پشت میز بگه حالا من میخوام یک ترانه اعتراضی بنویسم برای گران شدن نخود لوبیا. درسته. ولی آقای قنبری، چه موقعیتی امکان این رو میده که شما ترانه ای بسازید که اون ترانه ای هست که شما خودتون تقسیم بندی میکنید، میگید ترانه تاثیرگذار هست، ترانه ماندگار هست. حالا ما تو این بحثمون میخوایم بگیم ترانه هست که مردم در موقعی که مثلا عصبانی هستن، مشتاشون گره کرده است، یاد اون ترانه میفتن و اون رو زمزمه میکنن یا میخونن. گفتم من نمیتونم به خودم سفارش بدم، اما میتونم که زیر و زبر بشم از یک حادثه. طبیعتا ترانه لا 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 دیگه بس گل لاله محصول چنین زیر و زبر شدنی است. در تب انقلاب فکر میکنید اونچه که در آبان اتفاق افتاد آیا برای شما این رو داره؟ منظورم میخوام در واقع یه مقدار ملموستر صحبت بکنیم. چه چیزی اتفاق میفته که یک دفعه یک شاعری رو مثل شما میشونه پشت میز یا فکرش میاره تو فکرش که این باید حرف زد، باید راجع به این اتفاق گفت؟ ببینید، مادام که انسان ایرانی در بنده، مادام که انسان ایرانی در قفسه، همیشه میشه زیر زبر شد، همیشه میشه درباره درد و مصیبتش نوشت. اصلا وظیفه من شاعر چنین وظیفه ایست. من باید مصائب انسان ایرانی رو گزارش کنم. حالا یک موقع است که من چنان زیر و زبر شدم و چنان تحت تأثیر قرار گرفتم که وارد یک کار تازه شدم. خب حالا یا موفق میشم در این کار تازه یا
یعنی کار رو میرسونم به اون جایی که کار ماندگار میشه یا موفق نمیشم. لزوما همیشه موفق نمیشی. از لئونارد کوهن بزرگ میپرسیدن که چجوری مینویسی یا کجا میری؟ میگو اگه میدونستم کجا باید رفت خب هر روز میرم. جایی که آدم نشانی نداره که هر روز بره بهش سر بزنه. درسته. شما سیر و زبر میشی، حالا به عنوان آرتیست، به عنوان آرتیست جدی طبیعتا. بله. یا کاری که میکنی ماندگاره یا نیست. بله. پوریا، من الان میخوام یه مقدار راجع به همون تقسیم بندی زمانی صحبت بکنیم. با توجه به اینکه به هر حال اتفاقاتی افتاد در مثلا دهه 60، کشتار 67 اتفاق افتاد، حالا اتفاقات دیگری، خب جنگ هم بود که توی جنگ ما میبینیم بیشتر اون چیزی که میمونه از جنگ نو هست تا به نوعی بشه اسمش رو موسیقی به این شکلش. و بعد مثلا تا برسیم به کوی دانشگاه، این اتفاقات مهم رو که بخوایم اسمش ببریم، چندان موسیقی اعتراضی یا موسیقی به این شکل به چشممون نمیاد. چرا؟ فرناز، من یه جمله دیگه اضافه کنم. ما بعد سال 59-60 دیگه اصلا موسیقی نداریم که بخوایم اینو تقسیم بندی کنیم به اعتراضی، عاشقانه، حماسی. موسیقی کلن از بین رفته، ممنوعه، یه قسمتی از موسیقی حرام اعلام میشه، خالقان موسیقی اینا پراکنده میشن یا در زندان میرن یا تبعید میرن. فرض مثال آقای قنبری در کنار فرهاد و در کنار اسفندیار منفردزاده یه اثری تولید میکنه. آقای قنبری به آمریکا تبعید میشه، آقای منفردزاده به اروپا میره، فرهاد در ایران میمونه. خب اینا به تنهایی نمیتونن یک اثری بسازن که مثلا این اثر جمعه که قبل از انقلاب ساخته شده. از اون موقع هم تکنولوژی اینجوری نبوده که بتونن از طریق اسکایپ اینا در تماس باشن. و هنرمند باید باشه در کنار هنرمند دیگه، و ما این موسیقی ها نداریم. خب طبیعتاً دهه 60 هم برگرفته و متأثر از همون فضایی که موسیقی نیستش. و خب خبرهای دهه 60 هم این الان خب پخش نمی‌شد به این گستردگی. حجم خب کشته شدن خیلی بالا بوده، ولی خبری که به گوش هنرمند یا میرسه یه جوری بسته شده و تاثیرگذاریش رو شاید داشته، ولی خروجیش اون چیزی نبوده که ما مثلا در دهه 50 یا در دهه 80 می‌دیدیم. من فکر می‌کنم آقای قمری مخالف بودن با بخشی از صحبت‌ها. آقای قمری بفرمایید. برای اینکه ایشون فقط داره به ایران اشاره میکنه و به احتمال 100% کارنامه شاعر قمری بعد از انقلاب رو نمی‌شناسه. من 100% نیست آقای قنبری، میشناسم. ما هم داریم در راجع به جغرافیای ایران صحبت میکنیم، ترانه اعتراضی در ایران. بفهمید که قنبری وقتی که با فرهاد منفردزاده کار میکنه موفقه، یعنی اصلا قنبری من نگفتم اینطور، نگفتم، گفتم یک اثری خلق میشه در داخل ایران و داخل ایران بازتاب پیدا میکنه. من اینو نگفتم. اگه اجازه بدید من اضافه کنم که اجازه یه لحظه بدین آقای قنبری، ما دهه 60 شما حتما اثری تولید کردید که موفق بوده به اندازه کاری که دهه 50 انجام داد، یا آقای منفردزاده یا آقای جنتی عطایی، فرقی نمی‌کنه. ولی مخاطبی که داشتین اون تقصیر شما نیست، تقصیر بسته بودن فضاست که اون مخاطب چند میلیونی که در ایران داشتید که اون اثر به وجود می اومد از صد سانسور میگذشت، ممکن بود نگذره، حتی با یه تغییر کلمه این که بیان بگن که نماز بکنید نیاز، یا تغییرات دیگه، توش جنگله، توش خورشیده، یا مشروط کنن بقیه آثارتون رو که شما باید این رو جرح و تعدیل کنید. ولی با اگه به منتشر میشد یک مخاطب چند میلیونی داشتین، خب طبیعتا تو خاطره جمعی میموندش اگه موفق بود. سال دهه 60، دهه 60، اوایل دهه 60 جان، بذار جواب بده آقای قمری. بفهمین آقای قمری، بر اساس چه آماری شما انقدر راحت میگید که اگه اونجا بودید اینجوری میشد، اگه اونجوری بودید جوری دیگه میشد؟ خب من جوان نوجوان دهه 60 بودم. اون دسترسی شما من میخوام در واقع میخوام راجع به این صحبت بکنیم که آیا شد قبل از انقلاب تا امروز رو نمیشناسید؟ ترانه مدرن ایران رو نمیشناسید. آقای قنبری، آیا شما به نظرتون اون چه که در دهه 60 به بعد
موسیقی در تبعید ایران تولید کرد به همون میزان موفق بود که موسیقی در واقع پیش از انقلاب، اون موقع که شما داشتید مثلا در ایران تولید میکردید، آیا بعد از اینکه مجبور به تبعید شدید همونقدر بود کارهاتون موفق بود به نظر خودتون؟ اصلا شک نکنید که من شاعر ترانه‌نویس بهتری هستم. من از انقلاب به این سو، از بری به نام اگر همه شاعر بودن تا آخرین کارم که غزل صداست، من 14 آلبوم مستقل فقط با صدای خودم اجرا کردم. یعنی شهریار قنبری شاعر، آهنگساز، مجری، آوازخوان. و آیا فکر میکنید اینها به همون اندازه آهنگ جمعه مثلا در ایران خرید شنونده داشته؟ شک نکنید قدقن به اندازه جمعه داشته هست. قدقن بسیار معروف هست. بله. نه خب باز برمیگردیم به اطلاعاتمون. بله. من گمان میکنم اگر دوستان عزیز که نمیخوام اصلا بی احترامی کرده باشن به کسی، ولی من کارنامه بی بی سی رو میشناسم. بله. من کارنامه 40 ساله بی بی سی رو میشناسم. بی بی سی که حتی یک بار به سمت ترانه مدرن نرفته، خب معلومه که گویندگانشان اطلاعی نباید داشته باشن. بله. آقا من میخوام یه مقدار این بحث رو یه مقدار راجب همون موضوعی که راجبش میخوایم صحبت کنیم نگه داریم. من میخوام راجب در واقع در مورد کارهای شما به طور مشخص فقط صحبت نمی کنیم، راجب کل فضای در واقع موسیقی که حالا من متوجه شدم که در آغاز گفتید با این تقسیم بندی چندان راحت نیستید و قبولش ندارید، ولی اگه من میخوام یه چیزای دیگه ای رو راجبش صحبت بکنیم، مثلا اینکه در دهه 70 وقتی که ما دانشجو بودیم مثلا میرفتیم دانشگاه، یک ترانه‌ای که در اوایل انقلاب حالا چندان به عنوان ترانه اعتراضی نبود، شاید میشه گفت اصلا ترانه عاشقانه بود، یار دبستانی من، شده بود ترانه اعتراضی ما در اون نسل. فکر می‌کنید چرا این اتفاق میفته؟ نمیدونم چرا. برای اینکه سطح سلیقه پایینه. برای اینکه رسانه‌ها سلیقه اومده بود پایین. فکر می‌کنید رسانه‌های مثل شما کمک نمی‌کنن که این سطح بره بالا؟ به همین سادگی. برای اینکه شما تطلب بخش می‌کنید. من البته خواهش میکنم، ما اینجا از همکاران بخشی که در واقع بخش موسیقی هستن کسی رو اینجا نداریم که بخوایم راجع به این جور چیزا در واقع راجع به عملکرد اونها پاسخگو باشن. من هم واقعا در این برنامه پاسخگوی سایر همکارانم نیستم که چه جوری تصمیم میگیرن در مورد این مسائل. ما در مورد بله متوجهم انتقادات شما وارد، من به اونها ایراد نمیگم. من میخوام بدونم که آیا به نظر شما میشه گفت که اون چه که بعد از انقلاب در دهه 60 و 70 اتفاق افتاد یک خلأی هست در تولید موسیقی که بتونه برای جوونی که تو ایران معترض هست یک فضای ایجاد بکنه که اون با اون موسیقی ارتباط برقرار بکنه؟ من همیشه برمیگردم به نقطه آغاز. نقطه آغاز کجاست؟ نقطه آغاز میانگین مطالعه در سال، 2 دقیقه مطالعه در سال ایرانی است. یعنی هر ایرانی 2 دقیقه مطالعه داره در سال. خب من با این میانگین طرفم. طبیعی است که جوان ایرانی، حالا چه دانشجو باشه چه دانشجو نباشه، چه سر کار باشه چه بیکار باشه، سالی 2 دقیقه مطالعه میکنه. با سالی 2 دقیقه نمیتونه صاحب فرهنگ والایی باشه، نمیتونه موسیقی بیدار جهان رو بشناسه، نمیتونه. به همین سادگی. بسیار خوب. حالا شما میخواید به یه جواب ساده تر برسید که آقا تقصیر شماهاییه که رفتید و هیچ کاری نکردید. نه به این تومان چنین نبود آقای قمبری، ما داشتیم در واقع راجع به مسائل دیگری صحبت می‌کردیم. ولی اجازه بدین اینجا همکار من هم نحسن با پوریا هم چند کلمه راجع به این اون بحثی که آغاز کردیم صحبت بکنم. پوریا، فکر می‌کنی که بعد از 88 چطور میشه این تقسیم بندی رو در واقع دید؟ آیا فکر می‌کنی فضایی که بعد از 88 ایجاد شد، به هر حال تعداد زیادی از اون کسایی که داخل ایران موسیقی می‌ساختند اومدن بیرون، مثل همین هیچکس، مثل نامجو، مثل کسان دیگه‌ای، مثل کیوسک، مثلا شاهین نجفی و اینها، کارهای ارائه رو دادن که میشه گفت در رده‌بندی کارهای انتقادی تا اعتراضی میشه دسته‌بندیشون کرد. فرناز، مشخص ترین شاخصه این که این تفاوتی داریم موسیقی سال 88
برفرض با دهه 70 یا دهه 60 این که هنرمند که اومده خارج دیگه احتیاج به خود سانسوری نداره و سانسوری دیگه وجود نداره، چیزی که میخواد و میگه، چیزی که الهام گرفته از اون شرایط از اون فضا رو به عنوان ترانه‌سرا میسراید و به عنوان آهنگساز میسازد و خواننده میخونه و این باعث میشه که یه ذره متفاوت باشه، یه ذره نه خیلی زیاد متفاوت باشه با دهه 70 و دهه 60 که چیزی نبوده در داخل ایران. موسیقی خارج از کشور همچنان موفق بوده، در واقع بار اصلی موسیقی به خصوص پاپ در دهه 60 و 70 بر دوش هنرمندانی بوده که در تبعید بودن و اونها داشتن میبردن و هنوز هم خیلیشون موفقن، از ترانه سران بسیار زبده ما در تاریخ تا آهنگسازان و خوانندگان. دهه 80 یک نسل دیگه اومد بالا. ما شاید بتونیم دهه 80 و یعنی سال 88 و 78 و 82 رو بگیم که خاستگاه این اعتراضات دانشجویی بوده، یه جوانان بودن، طبیعتاً اینا بیشتر مخاطب موسیقی هستن، سطح مطالعهشون بالاتر از یک کارگره و مصرف کننده کالای فرهنگی و سال 88 دسترسی به موسیقی که از در خارج تولید میشه بیشتره. شما از طریق توییتر، از طریق الان، از طریق واتساپ راحته، دیگه فرقی نمیکنه این موسیقی در اصفهان ساخته شده یا در لندن ساخته شده، بلافاصله پس از اینکه منتشر میشه شما در هر جای ایران و هر جای جهان میشنوید. ولی خب سال 60 این که موسیقی که شاید بحث موفقیت فقط خود کیفیتش نیستش، بحث این که چقدر بازتاب داشته در جامعه. اگه دهش از یک موسیقی ساخته شده که بسیار موفق بوده علاوه کیفی در سال 62، این دسترسی که من و تو که اون موقع نوجوان بودیم تقریبا غیر ممکن بود، مگه اینکه می رفتیم قاچاق یکی آشنایی داشتیم، کاست بود و اینو کپی میکردن. خیلی ها خونه ها ضبط صوت یا پخش صوت نداشتن، می رفتن اگه یاد باشه خونه بقیه گوش میکردن. اینو من تازه بارن این یک برگ زر دست به دست میشد. سال 98 الان با یک کلیک همه رو به هر حال دست. ولی سال 98 باز فرق میکنه. سال 98 و سال 96 خاستگاه اعتراضات مانند سال 88 یا قبلش نیستش که دانشجویی و جوانان باشه، جمعیتش متفاوته. بله. از پایگاه اجتماعی که دارن، اون خاستگاه اجتماعی که دارن متفاوته با سال 78. من مثلا یه سوال دیگر از آقای قنبری بپرسم. آقای قنبری، یه سری یه موسیقی هست که ما فکر میکنیم در واقع تولید بیشتر گروه‌های چپی هست که در آغاز انقلاب، در سال‌های منتهی به انقلاب و در آغاز انقلاب کار می‌کردن، و موسیقی هست که خیلی خیلی برانگیزاننده است، در واقع تشویق کننده است به انقلاب و اینها، هنوز هم گاهی می‌بینیم که شنیده میشه. فکر میکنید که با اینکه خیلی از اونها در واقع موسیقی نیستش که گروه‌های در واقع موسیقی خیلی شناخته شده یا آدم‌های خیلی شناخته شده اونها رو ساخته باشن، موسیقی هست که جا افتاده، فکر میکنید چرا؟ من نمیدونم شما به چه ترانه‌ای اشاره میکنید. اگر مثلا شو بخوایم بگیم مثلا سر اومد زمستون، مثلا سرود کوهستان، خونه ارغوان‌ها. اولا که بخشی از این ترانه های دوران انقلاب که میدونید همه کپی ترانه های آمریکایی لاتینه، یعنی موسیقی آمریکایی لاتینه و شعر در بیشتر موارد کودکستانی که روی موسیقی گذاشته شده. من به اون شکل ترانه جدی برانگیزاننده ای که شما بهش اشاره میکنید نمیشناسم، ولی اگر مونده خب لابد اثرگذار بوده دیگه، یعنی حالت دیگه ای نداره. اگر ترانه میمونه حتما دلیلی داره، ولی دلیلش لزوما دلیل هنری نیست. آقای قنبری، اگه شما به عنوان کسی که هم خودتون ترانه‌سرا هستید، هم آهنگساز هستید، هم خواندید خیلی از این اثرهای خودتون رو، بخواید یک اثری رو انتخاب بکنید و بگید که این اثر اثری هست که من خودم وقتی گوش میدم احساس میکنم که این اثر اثر انقلابی هست، تأثیری داره که فکر میکنم میتونه جوون امروز رو تو خیابون تکون بده و همراه بکنه، اون کدوم اثره؟ من باید بگم کدوم اثره؟
آره، فکر میکنید مثلا جز آثار خودتون یا آثار کسان دیگه، فکر میکنید کدوم اثری بوده که شما وقتی میشنوید احساس میکنید این حرفیه که تاریخ نداره، هر روزی پخش بشه جوون تو خیابون رو میتونه همراه کنه؟ من فکر میکنم بیشتر کارهایی که من در این سالها نوشتم به این سمت بوده. اگه بخوام اسم ببرم گفتم شاید لالا لالا دیگه بس گله داره، ترانه مهم یعنی ترانه ایست که نمیتونید شما بی تفاوت در برابرش بنشینید. از نوت اول شما را جا بلند میکنه. و فکر میکنید آثاری که مثلا اگر که بخوایم به طور مشخص بگیم گروه چهار ساختن، یعنی در واقع موسیقی ایرانی، فکر میکنید اونها با بطن جامعه ایران بیشتر ارتباط برقرار میکنه، یا موسیقی که مثلا کسانی مثل شما دارن تولید کردین که به نوعی در واقع پاپ راک هست و به نوعی فضای دیگه ای از یه فضای دیگه میاد، کدومشون با بطن جامعه ایران بیشتر ارتباط برقرار میکنه به نظر شما؟ من نمیتونم در این زمینه نظری داشته باشم، برای اینکه من از کاری که میکنم دفاع خواهم. حتما کاری که دوستان میکنند هم اثرگذاره، این دلیلی که شما بهش اشاره میکنید، ولی وقت باید هر دو موسیقی رو بشناسیم. اینکه حالا کدوم روی جامعه اثر گذاشته کدوم نگذاشته، باز چون مؤسسه گالوپ در اختیارمون نیست نمیتونیم به یک رقم دقیق و درست برسیم. اصلا کار آرتیست این نیستش که به دنبال چون این ارقامی باشه. اگر من کار درست و موفقی کردم، نگران این نیستم که این کار چقدر اثرگذار بوده در لحظه، ولی وقتی که اون کار رو نوشتم مطمئن بودم که این کار ماندگاره. وقتی که کودکانه رو نوشتم مطمئن بودم که میمونه، کما اینکه مونده. بله. آقای قنبری، شهریار قنبری، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. پوریا ممنونم از تو که با این بحث همراه شدی. من یادآوری کنم که اشاره کردم در میونه بحث به سرود کوهستان خونه ارغوان ها که زمانی در واقع ساخته شده که به ادای احترامی هست به سعید سلطانپور و مسئله 16 آذر. امسال در دانشگاه نوشیروانی بابل گروهی از دانشجویان همین ترانه رو باز اجرا کردن. جالب هست که بعد از بیش از 40 سال باز همین ترانه ها هست که اجرا میشه. من میخوام که این برنامه رو با پخش این ترانه به پایان ببریم و از شما ممنونم که با این صفحه دو همراه ما شدید.